إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. یک بار دیگر شما را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. در این خطابی که الله سبحانه و تعالی دارد برای اهل ایمان میخواهد بفهماند که شما در زندگی خود دچار مشکلات میشوید. زندگی دنیا نشیبها، فرازها، سختیها، آسانیها، تلخیها، شیرینیها و بالاخره همه زندگی دنیا پر از نشیب و فراز هست. پس وقتی شما دچار مشکل شدید چه کار باید کرد؟ الله سبحانه و تعالی ما را متوجه می سازد که هنگامی که شما به مشکلات خوردید استعینوا بالصبر والصلاة، شما کمک بگیرید. به چی؟ استعینوا بالصبر، شما صابر باشید و شما به نماز توجه کامل داشته باشید. ان الله مع الصابرین، خدای تبارک و تعالی با صابرین هست. پس چگونه صبر؟ وقتی که انسان دچار مشکل می شود در مقابل مصائب و مشکلات اگر صابر بود، الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی می فرماید والله یحب الصابرین، خدا صابرین دوست دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابرین هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، پاداش صابرین بدون حساب هست. همه این آیاتی که ما نگاه میکنیم بحث و فضائل و جایگاه صابرین را نشان میدهد. پس انسانی که دچار مشکلات شد، الله سبحانه و تعالی میفرماید صبر کنه، پاداش صبر خلاصه شیرینی هایی است که بعدها طعمش و بالاخره مزه اش را خواهد چشید. وقتی که انسان میگیم صبر کنه، صبر از خود درجاتی داره که به طور خلاصه و فشرده همینه که اگر به عبادت مصروف بود صابر باشه و بی صبری نکنه و عبادت الله سبحانه وتعالی درست و صحیح انجام بده، و اگر شیطان او را فریب داد و میخواست به معصیتی گرفتار بشه بازم صبر بکنه و طرف معصیت و گناه و اینها روان نشه، و همچنین وقتی که برایش مصیبتی رسید چگونه وقتی پدرش، مادرش، طفلش، خانوادهش، مالش، سرمایهش را از دست داد باز هم صبر بنمایه، الله سبحانه و تعالی پاداش بزرگی به او یقینا که میدهد. واستعینوا بالصبر والصلاة، و نماز بخوانه. نماز جایگاهی داره که مشکلات رو حل میکنه. نماز جایگاهی داره که روح و روان انسان رو آرام میکنه. نماز جایگاهی داره که انسان رو از فحشا و منکرات باز میداره. نماز جایگاهی داره که خلاصه در اعمال ظاهری و باطنیش تولید نور داره. پس نماز جایگاه خاص خور داره. استعینوا بالصبر والصلاه. در ادامه این آیه که مؤمنین و اهل ایمان را خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنوا، در اخیر میفرمایه ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابرین هست. در این آیه مبارکه الله نمیگه خدا همراه نمازگزاران هست، الله همراه صائمین هست، روزداران هست، الله همراه حج کنندگان هست. الله در تحت این آیه
وقتی میگه ان الله مع الصابرین همه را شامل میشه، چون در نماز انسان باید صابر باشه، در روزه باید صابر باشه، در حج باید صابر باشه، در اعمالی که انجام میده باید که انسان صابر باشه. وقت صبر، صبر درست و صحیح بود، وقتی رسول الله میفرمایند الصبر عند صدمت الاولى، بهترین صبر و افضلترین صبر صبریه که هنگامی که اولین مرحله مصیبت رسید انسان صبر داشته باشه. پس این آیه مبارکه برای ندای که برای اهل ایمان هست مخاطب میکنه که ای مؤمنین، ای اهل ایمان، شما استعینوا بالصبر، مشکل خوردید صبر را پیشه خود بسازید و نماز بخوانید، یعنی رجوع به الله سبحانه و تعالی، رجوع به حلال المشکلات داشته باشید. شما چی میشه؟ خدای تبارک و تعالی همراه شماست. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که هنگامی که ما دچار مشکلات میشیم به ذات اقدس الهی مراجعه کنیم. وقتی خدا ما را همراهی کرد کل مشکلات برطرف می شود. خداوند همه مار جز صابرین واقعی داشته باشد. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این تتأمل فی القرآن تعود بهدای الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.